صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف درباره خطر بروز یک فاجعه زیست محیطی و تهدید جان 100 هزار کودک سوری در حلب هشدار داد. کریستوف پولیه سخنگوی یونیسف در این باره گفت در صورتی که شبکه آبرسانی و خطوط انتقال برق شهر تعمیر نشود یک صد هزار کودک سوری در حلب در معرض خطر ابتلا به انواع بیماری های ناشی از آلودگی آب در این شهر خواهم بود وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو سخن گفت افزود به دلیل شدت گرفتن درگیری های نظامی امکان ورود افراد متخصص به منطقه مورد نظر برای اصلاح شبکه آبرسانی و خطوط انتقال برق این شهر میسر نیست و ادامه داد یونیسف روزانه حدود چهار میلیون لیتر آب آشامیدنی به حلب ارسال می کند ولی وضعیت امداد رسانی در این شهر نگران کننده است. شایان ذکر است بیش از 3.5 میلیون کودک کمتر از 5 سال در سوریه شاهد خشونت و جنگ در کشورشان هستند و طبق آمار رسمی 8 میلیون 400 کودک سوری در سوریه و کشورهای همسایه نیازمند امداد رسانی هستند.